یه مقدار در مورد ایفم صحبت بکنم که ایفم امروز داشته باشیم. باشه؟ سختتون که نمیشدم به ایف صحبت بکنم. ببینید حالا برنامه ما خط به خط اجرا میشه. مثلا من میخوام این خط تحت یه شرایط اجرا بشه یا تحت یه شرایط اجرا نشه. اینجا از ساختار کنترلی استفاده میکنیم. ساختار کنترلی نه تنها توی پایتون، توی همه زبانهایی که ساخت یافتگی دارن، ایف، فور، وایل، بریک، با چی؟ با کانتینیو. که این دوتا ساختار من خودم اصلا بعضی موقع یادم میره درس بدم، چون اینا هدیه گوتویه که بهتون صحبت کردم. گفتم اصلا ایف و فور و وایل نموده، چی بود؟ گوتو بود. گوتو ما رو از یه خطی میبود به یه خط دیم. مثلا خط که میگم آپشن بزنیم نوشه شو لاین نامبر، مثلا گوتو میگم مثلا برای خط 18 میبینی؟ برای خط 10 که میشد برنامه نویسی اسپاگتی میشد. اوکی؟ حالا الان در رابطه ایف میخوام صحبت بکنم. ایف اگه بخوام کامل بگیم با الیف و الس با هم، که این دوتا اختیاری هم شما هر چند تا الیف خواستی میتونی چیه؟ داشته باشی. ولی الس چیه؟ الس یه دونه هست. درسته؟ خب ایف اینجوریه. ایف شرط یا کاندیشن، دستور یا کامند. خب حتما اینجا یه فاصله باید بخورم چون غلط. اگه شرط درست باشه این اجرا میشه، اگه شرط درست نباشه اجرا نمیشه. این یه دونه هم کافیه، ولی تو پپه هش به عنوان نظام مندی نوشتن پایتون میگه دو تا اسپیس باشه، ولی اکثر یه دونه تب میندازه، یه تب چهار اسپیس میندازه. بعد مثلا اگه یه کامند دیگه داره این بعد زیر هم باید باشه، نمیتونه مثلا پس و پیش باشه. این غلط. اصلا عین هم. بعد داره تو پپه هش میاد اگه شما یکی تب نخواهی بعد نه یه چهار اسپیس بندازی، اونم یه تب بندازی، یعنی ترکیب اسپیس و تب استفاده نکنی. خب اگه شرط فالس باشه این اجرا نمیشه. حالا ترو فالس یعنی چی ایلیا؟ درست. آره ببین ارسطو رو میشناسی؟ پسر خاله نقی معمولی بود. اون ارسطو نه، ارسطو معلم اسکندر کبیر که ایران رو فتح کرد. خب اخامنشه کن. اون اومد منطق دو و شیش کرد، گفت درست و غلط. حالا یه اومد و مثلا سه و شیش کرده بود، الان درست و غلط رو مثلا وسط داشتیم. درسته؟ داریم منطق دو و چی داریم؟ درست و غلط. مثلا این منطق فازی داریم الان تو ریاضی ها. منطق فازی چند و چیه؟ درسته؟ اینا تو ادبیات هم هست. مثلا تو ادبیات مثلا خیر و شر داریم، یزید و امام حسین داریم. درسته؟ ولی مثلا تو سینما میبینی مثلا میگه آقا فیلم ضد قهرمانه، یعنی که مثلا یه قهرمان نداره، یعنی هم قهرمانه هم آدم بدیه هم آدم چیه؟ خوبیه. چند وجهه. حالا اگه شرط ترو بود این انجام میشه، اگه ترو نبود این انجام نمیشه. یه برنامه ساده مثلا میگه آقا ایف اگر مثلا 5 بزرگتر از 3 شو پرینت بکن چی رو؟ 5 بزرگتر از چیه؟ 3. هست یا نه؟ حالا گفتن یه 5 بزرگتر از 3ه. هست یا نیست؟ حالا یه عدد از کاربر بگیریم، اگه مثبت بود بگه مثبت، اگه منفی بود بگه چیه؟ منفی. چجوری عدد از کاربر بگیریم؟ بگیم x مثلا int input
میگم اگر x بود بزرگتر از صفر بود چی؟ print x is positive number. درسته؟ 5 پازیتیو نامه خب میام می‌نویسم پرینت بکن چی رو؟ نگاتیو نامه من می‌نویسم منهج منهج چیه؟ نگاتیو حالا بنویسم 5 چی میشه؟ هم نوشت پازیتیو هم نوشت نگاتیو اوکی میام غلطه دیگه چیکار باید بکنم؟ else else معنی وگرنه است اگه بزرگتر از صفر شد میشه این اگه کوچکتر از صفر شد میشه مثلا میگه منهای پنج چی نوشت؟ نگاتیو پنج الان باگش کجاست؟ ایرادش کجاست؟ صفر آسان صفر رو میگه نگاتیو چرا؟ مثلا من اینجا میگفتم آقا بزرگتر مساوی یه مساوی این برش میده صفر این هم غلط و چیکار باید بکنیم؟ صفر نه پازیتیو نه احسن میگم آقا الیف فیلم درباره الیف رو دیدین؟ جمله مشهورش چه درباره الیف؟ یه چی؟ یک پایان ترم بهتر از یک تبخیه چیه؟ یک پایان و شیخ ما نره ها زدند و به بیابان گریخت ادبیات ما این بود همش یه چیزی میگو بعد همه نره میزدن من نفهمیدم چه یاد شما سم میگو ابو سعید اول خیر را پرسیدن چه داشتیم نیم هم داشتیم بیا ادبیات ما این بود بعد ما اومدیم پیش دانشگاهی من تا پیش دانشگاه اصلا شعر نو اصلا ندیده بودم خب بعد شعر نو دیدم بعد دیدم چقدر قشنگه اینا تازه علاقه پیدا کردم به مثلا ادبیات و شعر نو خب بعد میخوندم کیف میکردم بعد اونا همش چیز بود کار نعره زدن و حالا نمیدونم چی مصرف میکردم قبلش باید بریم ببینیم ها آره گریبان میدریدن و نعره میزدن چیه جان؟ اینجا همیشه مساوی دوم سمت راسته ببینید این مساویه این بزرگتره ما به اینا میگیم عملگرای کامپریژن بزرگتر، کوچکتر، بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی، مساوی، نامساوی. یعنی مساوی دومه همیشه کجاست؟ سمت راست. خب؟ نامساوی هم علامت تعجب مساوی، یعنی که نامساوی. ببینید ما یه مساوی داریم. مثلا من میگم x مساوی 5. این یعنی چی؟ به این میگن انتصاب. این مساوی نیست. یعنی 5 رو بریز تو x. x مثل لیوان میمونه پنجه مثلا شیر میمونه شیر میریزم داخل لیوان درسته؟ حالا این چیه؟ آیا این لیوان x من داخل شیر ریخته؟ شیر هستش؟ یا به جای شیر مثلا رنگ سفید و مایه چی داریم؟ میمونم دوغه ذهن من رفت توی چیزه دوغه کفیر آه کفیر هم داریم کفیر دوغین هم اونجا نیست هست؟
چپین هست؟ خدای کفی خوشمزه است. خوب فقط ایرانی هم میخورم. درسته؟ اینه. پس به این میگن تساوی. ولی یه مساوی یعنی که اون مقدار سمت راست رو بریز داخل متغیر سمت چپ. اینجوری بخونم. مثلا اینو اینجوری میخونم. میگم آیا این نامساوی اونه؟ اگه نامساوی باشه میشه true. اگه نباشه میشه false. حالا من x رو میگیرم. اگه بزرگتر از 0 باشه میگه positive. اگه مساوی 0 باشه میگه 0. اگه کوچیک‌تر از 0 هم باشه میشه کوچیک‌تر از 0. حالا اومدیم اینجوری نوشتیم. اگه 0 بدیم چی میشه؟ ببینید داستان چیه؟ داستان الیف اینه. شما 50 تا الیف داشته باش، حالا بالای الیف داشته باش. هر کدوم ترو بشه دیگه به پایینیا رو چک نمی کنم. ولی اگه به جای الیف مثلا ایف بود، هم میگفت پازیتیف هم میگفت مساوی. درسته جانم؟ ترتیبشون فرق نداره، اول ایف باشه بعد الیف. حتما اول شما یه ایف داری، همه اونا به واسطه ایف میشه. اگه ایف نباشه الیف بالای الیف باشه بازم فرق نداره. الیف بذار بالای الیف نمیشه که نمیشه که. الیف معنی وگرنه است. درسته؟ الیف آخری هستی ها؟ شما سریال دزد و پلیس رو میدیدی ایلیا؟ نهیدی؟ یه داوودزی بود نهیدی؟ این همیشه یه سلوشن داشت. آخرین سلوشن بود که میگو ببین میریم جنوب. همش من اصلا کار خلاف میکردم. میگم مثلا حالا هر چی دیگه نشه یه السا چیز داشت. میگم السش هم چی بود؟ مثلا خیلی بچه‌ها السشون زیرو اوواز. درسته؟ آخرین سلوشنش بعد نقطه تکیه‌هایشون بود. دیگه اونم نباشه دیگه. بعد بریم داخل ببندیم. حرم امام رضا. اوکیه؟ حالا یه عدد بگیریم ببینید عددتون زوجه یا زوج نیست. بنویسیم بنویسیم یه عدد بگیریم عددتون زوجه یا زوج نیست. منتها قبل از اینکه بنویسیم من چند تا عملگر محاسباتی رو بهتون بگم. عملگر محاسباتی جمع تفریق ضرب تقسیم توان به این میگم فلور دیویژن به اینم میگم باقی مانده. اوکی؟ جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و بلدی. اینا رو من یه توضیح کوچیکی بدم. میام مثلا میام میگم آقا 5 ضرب در 3. 5 ضرب در 3. اوکیه؟ 5 منهای 3. 5 به علاوه 3. 5 تقسیم بر 3. 5 دو تا تقسیم بر 3. به این میگن خارج قسمت یا فلور دیویژه. چرا؟ میگیم 5 میگیم 5 تقسیم برای چی؟ میگیم 5 تقسیم برای 3. یه دونه 3 تا میشه چی؟ 3 تا باقیمانده چی میشه؟ این یکی همون فلور دیویژنی بود که میگه. این دو چجوری به دست میاد؟ دو هم اینجوری به دست میاد. میشه 5 درصد 3. درصد پس چی رو به این میده؟ باقی مانده. حالا میگم 5 به توان 3. 5 به توان 3 چی میشه؟ حالا میگم آقا 2 به توان 3، 2 به توان 4 به توان 3. این چی میشه؟ اول 4 به توان 3 میشه بعد 2 به توان اون میشه. یا اول 2 به توان 4 میشه بعد اون به توان 3 میشه. اول 4 به توان 3 میرسه. 4 به توان 3 4 به توان 3 64 بعد میشه 2 به توان چند؟ 6. اوکی؟ حالا من بگیرم منهای به توان 2 چی میشه؟ چرا منهای 1 شد؟ چون اول 1 به توان 2 میرسه بعد منهای 2 میشه.
اگه بخواست منهج به تمام دو برسه این هم یادتون باشه. اوکی یا نوکه؟ حالا سوال این بود، اینو اول بنویسیم بعد اون مثالی که گفتم بنویسیم. یه عدد بگیم ببینیم زوج یا فرد. ببینید کیوان درست چیست؟ ببینید ما یه عدد میگیریم، میخوام ببینیم عددمون زوج یا فرد، درسته؟ میام اینجا عدد میگیرم از کار x، میام میگم r مساوی x درصد 2، درسته؟ اگر r مساوی 0 شد ایلیا x is چی؟ حالا من بذارم برعکس بگم، اگر مساوی 1 شد x is odd number. سی الیف ندارید، درسته؟ x is even number. مثلا من میدم 4، 4 is even number. سه، سه چی؟ odd number. ایراد چیزی هست اینجا یا نه؟ ایلیا متوجه میشی؟ خب مهرابی اوکی مساوی دیه، مساوی یعنی چی؟ این یه دونه غلط، باید دوتا مساوی باشه. اوکی آقای کیوان اوکی شدی؟ کلوشه هست وقتی پیلیت میگیریم میشه از بی 6 با ایز میشه از کنم چرا این فاصله اجازه میگه اسمیست؟ حالا من فاصله نیستش نمیشه اسمیست، حالا من میشه اسمیست بچه ها. کلن تو پایتون اسکوپ با اس دو نقطه شروع میشه، بعد مثلا من اینجا میخوام بنویسم پرینت، مثلا یه اوکی هم چاپ بکنم، اوکی مثلا علاوه بر اینکه چاپ میکنم یه اوکی هم میخوام چاپ بکنم. اسکوپ یعنی اینکه اینا بغل همه، درسته؟ توی زبان های خانواده سی اسکوپ رو اینجوری مشخص میکنن، درسته؟ بهش میان بلوک، بهش میان چی؟ این بلوک مثلا مثل خونه های ما میمونن، مثلا دیوار میکشیم تو خونه ما. شما فرض کنیم مثلا تو همون کانادا یا آمریکا بری یه زمین 1000 متری بخری دیوار بکشی، شهرداری فردا میاد دیوار چیکار میکنه؟ یه فلان فلان شده، اینجا باید از فضای سبز حمله باید استفاده بکنی. ولی اسکوپ اونجا چجوری مشخص میکنی؟ مثلا مینویسی ملک خصوصیه، اگه بیاین داخل با 6 میل ازتون چیه؟ هزینه میکنی، درسته؟ ولی اینجا کسی از دیوار خونت بپره پایین بزنی دستشو بشکنی باید بری دیش هم بدی. خب قوانینی هستش که وجود داره، دو نقطه میذاریم آها احسن آره، اگه این بیاد اینجا تو اسکوپ اون نیستش، بعد برای اینکه تو اسکوپشون معلوم بشه بعد بغل هم باید بشه. مثل میمونه که مثلا رفتی به واسطه یه نفر رفتی عروسی یکی دیگه، خب شما فامیل اون نیست منتها به واسطه این تر رفت، مثلا میری میشینی یه میز دیگه، بشینی میز دیگه میندازنید بیرون دیگه، باید بشینی بغل دست اون بفهمن در اسکوپ اون قرار داری، پس از دور اگه دیدم یعنی احتمالا مثلا پسرشه فامیلشه میان سلام علیک میکنن، ولی میری بشین تنها میگن وقتی شما خانواده عروسی یا خانواده دومادی یه نبخش تالار اشتباهی اومدیم و سالون بالایی رو میرفت کلی هم میوه خورده دیگه، درسته؟ آها من اینا رو ببخشید صحبت نکنم، این رنگ صورتی بنفشه اینا یعنی اینکه حتی اینجا میره رنگ رو عوض کردنی یه چیزیه میشد بیه، ولی این کلمات رزرو شده است. ایفو میبینید این کلمات کلیدیه،
این سبزا که میبینید اینا به اینا میان ثابته رشته. اینا هم که x این اینجوری تعریف کردیم، یعنی اینا مثلا خودمون تعریف کردیم اینا، یعنی جزء اونا محسوب نمیشه. یک دو تا دیگه هم هست، مثلا میام مینویسم دف مثلا کلاس، دف مثلا اس، این تابس. حتی شما بنویسین احتمالاً براتون آبی بیاد براتون، خب آبی کم رنگ بیاد، مثلا من زردش کردم که بهتر بشه. همین سه چهار تا رنگ میشه نیستش. گفتم پایتون کیس سنسیتیو، اگه شما اومدی این تو نمیشه آی چی میشه؟ نمیشنسه دیگه، درسته؟ حالا برنامه بعدی اینو بنویسین، دو تا عدد بگیریم ماکسیموم رو چاپ بکنیم. ماکسیموم دو تا عدد چی میشه؟ اونی که بزرگتره. ببین میتونیم بنویسین الان